بسم الله الرحمن الرحیم. سلام بر شما خانم ها آقایان، خیلی خوش آمدید به مجموع خبرهای این ساعت. در شب میلاد امام مهدی عجل الله تعالی فرجه الشریف، کربلای معلا مملو و زائران حرم ابو عبدالله الحسین علیه السلام است. زائرانی که برای تبریک میلاد منجی عالم بشریت به سوی حرم جد گرامی اش شتافتند. این میلاد بر شما مبارک. عزیز زهرا، مهدی منتظر، ای آخرین حجت خداوند، در شب میلادت آمده ایم تا از کنار صحن و سرای جد بزرگوار و مظلومت بار دیگر ارادتمان را ابراز کنیم. از کربلای معلا بین الحرمین نیمه شعبان رو تبریک عرض می‌کنم. نیمه شعبان رو به تمام مسلمانان جهان تبریک. می‌خوام بگم دوستش دارم. ای پادشاه خوبان، داد از غم تنهایی، دل بی تو به جان آمد، وقت است که باز آیی. دعا می‌کنیم برای سلامتی آقامون بین الحرمین. دعایی که همیشه کلام عجل سمعجل سمعجل ولی که فرج. یوسف زهرا، عاشقانت در انتظار فرجت دست به دعا برداشتن. رضا نیک‌خدامنش، صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران، بین الحرمین، کربلای معلا. رهبر انقلاب اسلامی در دیدار آصف علی زرداری رئیس جمهور پاکستان و هیئت همراه با اشاره به مشترکات دینی، تاریخی و فرهنگی دو کشور، ملت پاکستان را ملتی بزرگ و دارای سابقه مبارزه طولانی و عمیق خواندند و پیشرفت و موفقیت پاکستان را مایه خرسندی جمهوری اسلامی ایران دانستند. ایشان به تهدید آشکار وحدت ملی و ارضی پاکستان اشاره کردند و افزودند دشمن واقعی مردم پاکستان و وحدت ملی این کشور غربی ها و در رأس آن آمریکا هستند. در این دیدار که رئیس جمهور ایران نیز حضور داشت، رئیس جمهور پاکستان از دیدار مجدد با رهبر انقلاب اسلامی ابراز خرسندی فراوان کرد و کشور و ملت ایران را الگویی برای ایستادگی و حرکت در مسیر پیشرفت دانست. آصف علی زرداری همچنین با محمود احمدی نژاد رئیس جمهور ایران دیدار و در خصوص گسترش روابط دو جانبه گفتگو کرد. در این دیدار دو طرف مناسبات تهران اسلام آباد را در بخش‌های مختلف خواستار شدند. رئیس جمهور پاکستان در صدر هیئتی عالی رتبه وارد تهران شده است. رئیس جمهور گفت ایران و چین با برداشتن موانع می توانند به اهداف مشترک که همان افزایش مبادلات اقتصادی تا 100 میلیارد دلار است برسند. محمود احمدی نژاد در دیدار هگو جیانگ عضو کمیته دائمی رهبری حزب کمونیست چین گفت ایران و چین روابط خوبی دارند و هیچ وقت در پی منابع سایر کشورها نبودند. هگو جیانگ نیز گفت دولت چین با نگاهی راهبردی افزایش همکاری ها با ایران را خواستار است. ائتلاف جوانان انقلابی بحرین دخالت‌های آمریکا و عربستان در کشورشان را محکوم کردند و هشدار دادند مردم بحرین گفتگوهای ننگین را نمی‌پذیرند و به پایداری خود ادامه می‌دهند. بر اثر حملات نیروهای آل خلیفه به هزاران تظاهرکننده بحرینی دست کم یک زن انقلابی کشته شد و شماری زخمی شدند. مردم بحرین جمعه با عنوان روز تعیین سرنوشت اصلاحات سیاسی ریشه‌ای را در کشورشان خواستار شدند. تظاهرات در بحرین همچنان ادامه دارد. در تازه ترین حملات نیروهای رژیم دیکتاتوری یمن به معترضان در تئز هم دست کم 5 تن کشته و 22 نفر زخمی شدند. ادامه بحران بدهی های دولت آمریکا دولت و کنگره رو به جون هم انداخته. دولت و کنگره آمریکا تا دوم اوت، یعنی تا دو هفته دیگه، فرصت دارن برای افزایش سقف بدهی های دولت به توافق برسن. قواما برای پرداخت های دولت پول کم آورده و میخواد دوباره از بانک مرکزی قرض بگیره، اما کنگره مخالفت میکنه و اعلام کرده سقف استقراض دولت پر شده و این اجازه رو به اوباما نمیده. این درگیری مقامات آمریکایی مردم آمریکا رو هم نگران و سردرگم کرده. ما
ماجرا از این قراره که بعد از ماها مذاکره و رایزنی، جمهوری خواهان و دموکرات های آمریکا نتوانستند درباره افزایش سقف بدهی این کشور به توافق برسند. بین رئیس جمهور و رئیس اکثریت کنگره آمریکا نوعی تضاد منحصر به فرد دیده میشه که به موضوع بحث تو محافل عمومی تبدیل شده. زمانی که این مسئله رخ میده، اعتماد میون دولت مردان آمریکا هم از بین میره و دستیابی به توافق‌های پشت پرده هم به مراتب دشوارتر میشه. در آمریکا تنها کنگره میتواند سقف بدهی را که حالا میزان آن به بیشتر از 14000 میلیارد دلار رسیده است افزایش دهد. من با رئیس جمهور درباره لزوم افزایش سقف بدهی ها موافقم و خوشحالم که او به این مسئله اذعان کرده. اما مردم آمریکا این مسئله را نمیپذیرند و مجلس نمایندگان هم هیچ قانونی را برای افزایش مالیات تصویب نمیکنه. بدهی های خارجی آمریکا از 14378 میلیارد دلار هم فراتر رفته و باید دولت هزینه ها رو کم کنه. کارشناسان میگویند اگر جمهوری خواهان و دموکرات های آمریکا نتوانند تا دوم ماه آگوست اختلاف خود را در خصوص چگونگی افزایش سقف بدهی ها حل کنند، اوضاع وخیمی از نظر اقتصادی در انتظار آمریکا خواهد بود. شمار زیادی از نظامیان آمریکایی پس از بازگشت به کشورشون با مشکلات مالی مواجه میشن که بیکاری و بی خانمان شدن به علت ندادن اقساط وام مسکن یکی از این مشکلات. البته بیکاری تو آمریکا فقط به نظامیان مربوط نمیشه، بلکه دیگر مردم آمریکا هم با این مشکل دست به گریبانن. میزان واقعی بیکاری تو آمریکا حدود 30%. این وضع برای آمریکا ننگاوره. افزایش بهره‌های بانکی و متعاقب آن افزایش هزینه مسکن و امثال آن از پیامدهای این وضع برای مردم آمریکا خواهد بود. من هنوز دنبال کار دارم میگردم، ولی به هر کجا که میرم با پاسخ منفی مواجه میشم. فکر میکنم بهتر دولت هزینه های نظامی شو کم کنه. مردم دیگه نمیتونن شغل مناسبی داشته باشن. پاسخ به نیازهای خانواده هم با این درآمدهای کم خیلی سخت شده. به این ترتیب الان آمریکا نظر اقتصادی وضع خوبی ندارد، چون از یک سو رشد اقتصادیش در جا میزند و از سوی دیگر با توجه به بهره کمی که در این کشور هست، انگیزه‌ای برای سرمایه گذاری وجود ندارد. سودای پیدا کردن کار با درآمد زیاد رویایی است که برخی از جویندگان کار در ایران را به دام شرکت‌های کاریابی در خارج می‌اندازد. وزارت کار ایران هم برای اینکه متقاضیان ایرانی در خارج سرگردان نباشند و در دام شرکت‌های مهاجرتی و کاریابی غیرقانونی نیفتند، نظارت جدی بر مؤسسات کاریابی بین‌المللی اعمال می‌کند. تبلیغات شرکت‌هایی که در امر مهاجرت و کاریابی بین‌المللی فعال هستند در شبکه های مختلف فارسی زبان خارجی و سایت های اینترنتی به وفور دیده می شوند. مبلغی دریافت می کنند، بعد مهاجرت یا کاریابی انجام می شود یا نمی شود. پای متقاضی کار به آن سوی مرزها می رسد یا نمی رسد. تمام این مراکزی که دارن توی ایران فعالیت میکنن به صورت غیر قانونی هستن. همونطوری که میدونی اکثر اینا وکلایی هستن که خودشون در خارج از کشور حضور دارن و دفاتری یا اینجا گذاشتن که ارتباط ها یا به صورت اینترنتی برقرار میشه یا به صورت اینکه یک منشی و مسئول دفتر اونجا این ارتباطات رو برقرار میکنه و پروانه فعالیتی از کشور ایران و دستگاه اجرایی کشور ایران ندارن. در ایران 36 مرکز کاریابی که مجوز رسمی از وزارت کار دارند فعالند. در وزارت کار به این موضوع به عنوان صادرات خدمات فنی و مهندسی نگاه می شود. اولا اینکه در راستای رونق اقتصادی و ارز آوری برای ما بسیار حائز اهمیت خواهد بود. دوم اینکه تجارب بسیار خوب بین دولی در حوزه کار بین کشورها به وجود خواهد آمد. گروه های هدف ما دیپلومه ها، مدارک دیپلوم دبیرستان با مدرک فنی حرفه‌ای هستند، کاردانی ها، کارشناسی ها و مقاطع بالاتر و همینطور اصناف، صاحبان صنایع، شرکت ها. قرار شده آموزش های مهارتی بین المللی هم به متقاضیان کار ارائه شود. اولین همایش آن هم برگزار شد و آموزش‌هایی به متقاضیان کار در رشته علوم پزشکی ارائه گردید. به نظر می‌رسد این شروع خوبی است که بتوانیم متناسب با استانداردها و آموزش‌های اولیه رو در کشورمون انجام بدیم. به هر حال با حمایت وزارت کار از این مؤسسات، متقاضیان اعتماد بیشتری به مراکز کاریابی بین‌المللی خواهند داشت.
امیر اصلان خانی خبرنگار جامعه جمع. شما چقدر اهل مسافرت و سیاحت هستید؟ اگر اهل سفرید بیشتر چه مناطقی رو برای سفر میپسندید؟ کبیر پسندید یا اینکه طالب طبیعت بکر رو دست نخوردید؟ هر سلیقه‌ای که داشته باشید دیدن این تصاویر براتون خالی از لطف نیست. شاید بتونید مقصد سفر بعدیتون رو با دیدن این تصاویر تعیین کنید. ببینید. تا دیداری دوباره، خدا نگهدار. به نام خدا و سلام. باشگاه راه آهن که به تازگی به عنوان اولین باشگاه دولتی خصوصی شده، این چهره علی دایی آقای گل جهان رو به عنوان سرمربی تیم فوتبالش معرفی کرد. ساعت 17:30 دقیقه عصر شنبه، ورزشگاه اکباتان و کنفرانس خبری علی دایی سرمربی جدید راه آهن. دایی با اینکه با تأخیر 20 دقیقه‌ای وارد شد، باز هم مورد استقبال ویژه رسانه‌های گروهی قرار گرفت و بازار عکس و فیلم هم داغ داغ. ایمان دارم که اگه بخواد فوتبال ما پیشرفت بکنه، موفق باشه، باید خصوصی بشه. دایی در جواب سوال ما درباره جذب بازیکنای باقی مونده و بستن تیم جدیدش هم اینچنین گفت: وقتمون خیلی کم هستش، اما باز باید تشکر کنم از تعدادی از بچه‌هایی که شاید به خاطر من صبر کردن. اما پس از پایان این کنفرانس که یک ساعت به طول انجامید، دایی درباره موفقیتش گفت: چقدر درصد که نمیتونم تعیین کنم، اما اومدم که انشالله بتونیم کار بکنیم و راهن رو از شرایط سالهای قبل بیرون بیاریم. چیزی به شروع لیگ برتر فوتبال ایران نمونده. تیم ها هم با برگزاری اردوی آمادگی در حال تمرین کردنن تا با قدرت این رقابت ها رو شروع کنه. یکی از این تیم ها تیم زوباهنه. این تیم اصفهانی در ترکیه اردو زده. تیم فوتبال زوباهن که از 16 تیر در اردوی ترکیه به سر میبره، هرچند در دو دیدار تمرینی خودش بازی ها رو واگذار کرد، اما اردوی رضایت بخشی رو پشت سر گذاشت. دوتا بازی خیلی خوب انجام دادیم، یکی با تیم بلو اسپور ترکیه و یه بازی سوپر لیگی هم با یکی از بهترین تیم آنکارا بازی کردیم که ششم جدولشون بودن. هدفمون این بود که بازی کنیم که به تیم اضافه میشن، اینجا از نظر وضعیت روحی روانی با بچه ها تطبیق پذیری پیدا کنن. اضافه شدن فیلیپو آلوز، اضافه شدن احمد پوری، اضافه شدن داوود حقی و یه بازیکن پرتغالی هوکو که با ما اینجا تمرین کرد و به تمرینات اصفهانمون اضافه میشه. این نفره بودن که اضافه شدن در شرطی که ما 4 تا بازیکن ملی پوشمون رو در خدمت نداشتیم اینجا و اونام با تیم ملی دارن کار میکنن. فکر کنم که اردوی خیلی خوبی بود. زوباهنی ها بعد از پایان 10 روز تمرین خودشون در اردوی ترکیه، امشب آنکارا رو به مقصد تهران ترک میکنند. محمد صابری، صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران، آنکارا. فرنگیکاران بزرگسال ایران چند سالی که روسیه و امریکا رو کنار زدند و قهرمان جهان شدند. فرنگیکاران جوان ایران هم که بعد از مسابقات جهانی قبل سال قبل با تجربه تر شدند، میخوان در مسابقات جهانی رومانی پا جای پای بزرگسالان کشورمون بذارن. آخرین مرحله اردوی تیم کشتی فرنگی جوانان ایران پیش از اعزام به مسابقات جهانی رومانی در خانه کشتی تهران. 6 نفر از ترکیب 8 نفره تیم کسانی هستند که در دوره قبلی مسابقات جهانی هم حضور داشتند. تقریبا میشه گفت که بچه‌هایی که از پارسال با تیم جوانان همراهی داشتن، این مقدار پارسال بی تجربه تر بودن، الان تجربه بهتری به دست آوردن. شرایط آمادگیشون هم خوشبختانه خوبه. همه سال آخر جوانانشون همه تجربه دارن. انشالله با آمادگی کامل یه 5-6 روز دیگه ما تیم اعزام میشه. پارسال خب تجربه جهانی نداشتم، اما امسال راحت تر در مسابقات شرکت میکنم. با این تمرین ها به نظرم واقعا مدالای خوشرنگ تر میگیریم.